به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. آبان امسال قیمتها 40% بالاتر از آبان پارسال. دولت ایران چگونه به نبرد تورم می رود؟ در ادامه برنامه، تلاش برای راه انداختن کانال داد و ستد اتحادیه اروپا با ایران، احتمال می‌رود آلمان یا فرانسه میزبان سازوکار ویژه ارتباط مالی شود. طرح سیزده وزیر خارجه ایران در دست هیئت رئیسه مجلس، 24 نماینده آن را امضا کردند. و تاریخ را همیشه فاتحان نمی نویسند. داستان جنگ این بار از زبان قربانیان. سلام، به 60 دقیقه امشب خوش اومدید. من نگین شیراقی هستم. و من باران عباسی. از افزایش اجاره خانه تا رشد قیمت گوشت و سیب زمینی و تعرفه موبایل، آیا این روزها ایرانی پیدا میشه که بگوید فشار رشد تورم رو حس نمی کنه؟ آمارهای بانک مرکزی همین فشار را نشان می‌دهند. از جمله می‌گویند که آبان امسال قیمت‌ها 40% نسبت به پارسال افزایش داشتند. نه هنوز دولت از برنامه یکپارچه برای مهار تورم و در دست گرفتن کنترل اقتصاد کشور خبر داده، نه شرایط نشانی از تغییر دارند. با این وصف آیا راهی برای جلوگیری از تورم وجود داره؟ با کارشناسان برنامه تلاش می‌کنیم که پاسخی برای این سوال پیدا کنیم. اما اول مسعود آذر نگاهی انداخته به آمارهای موجود. بازار تهران قیمت ها نجومی است. این را دست به جیب ها بیشتر احساس می کنند و حقوق بگیرها، کسانی که درآمد ثابت دارند و توان خریدشان هر ماه کمتر و کمتر می شود. حالا بانک مرکزی ایران گزارشی از تورم یک سالی اخیر داده. بانک مرکزی گفته تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به سال گذشته 18.4% است و تورم در کالا و خدمات مصرفی متفاوت بوده. خوراکی و آشامیدنی 25%، دخانیات 60%، پوشاک بیش از 16%، مسکن و سوخت 10.5%، لوازم خانه بیش از 29% و ارتباطات 45% رشد قیمت داشته. مرکز آمار ایران هم روز شنبه گزارش جداگانه ای از میزان تورم در ایران منتشر کرد. مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% بیشتر شده و این روند هر ماه سیر صعودی داشته. تورم این ماه ماهیانش 2.6% شد که نسبت به 3 ماه قبل، یعنی مهر و شهریور و مرداد ماه، این سرعت افزایش قیمت ها تو این ماه کمتر شد، اما تورم نقطه‌ای ما شد حدود 35%. گزارش بانک مرکزی صدای رئیس مرکز آمار را درآورده و آن را در حد یک مصیبت دانسته و گفته یک کشور و دو نرخ است. دو تا نرخ تورم داریم و دو تا رشد اقتصادی. اختلاف آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در نمودار تورم ماهانه هم به چشم می‌خورد. جالب این که مرکز آمار نرخ تورم آبان ماه امسال نسبت به مهر امسال را 2.6% اعلام کرده و بانک مرکزی 3.5%. این اختلاف درصد در تمام ماه‌ها نسبت به ماه قبل مشاهده می‌شود. رئیس جمهوری ایران وعده داده بود که تورم را تک رقمی می‌کند. تورم در دولت حسن روحانی به مرز تک رقمی رسید اما دوام نداشت. ما البته اون برنامه کاهش تورم رو که قول داده بودیم در دولت 11 تورم رو یک رقمی بکنیم، اون سیاست رو ادامه میدیم. او حالا سخنی از میزان تورم نقطه به نقطه نمی کند، فقط از کاهش تورم در آبان ماه نسبت به مهر ماه ابراز خرسندی می کند. بعضی از کارشناسان اقتصادی کنترل بازار ارز و سکه را دلیل کاهش تورم می دانند. اما کارشناسانی هم هستند که میگویند دولت سیاست انقباضی نداشته و کاهش قدرت خرید مردم و استثناهایی که آمریکا برای چند کشور در تحریم ایران داشته در کاهش تورم مؤثر بوده.
و هشدار می‌دهند که موج جدید تورم در راه است. هرچه است قیمت‌ها امسال آنقدر بالا رفته که خرج و مخارج با هم نخواند، به خصوص وقتی که حقوق‌ها مثل برف عمل می‌کند. در گرم و گرم افزایش 35% تورم. مسعود آذر، بی بی سی. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد از تهران همراه ماست و از آمریکا هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی دانشگاه برندایس از شهر بوستون. آقای سلطانی، میخوام از شما شروع بکنم و بپرسم آیا چشم‌اندازی میبینید که رشد با سرعت تورم که در این مدت شاهدش بودیم در آینده این نزدیک کنترل بشه دست کم؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، خدمت رو عرض کنم که یکی از مهمترین عواملی که موجب شد تورم در سالهای قبل بیاد پایین این بود که قیمت‌های جهانی سقوط کرد و ما پایین‌ترین نرخ‌های تورم جهانی رو داشتیم و این روند التهاب خیلی کمک کرد تا تورم توی ایران پایین بیاد. اما الان این روند متوقف شده و تا حدی واگیر است، پس باد موافقی در اینجا نداریم. مسئله بعدی که می‌خوام توجه شما این بود که چون شوک تورمی داریم، تورم نقطه به نقطه، یعنی ماه به ماه مشابه در سال قبل باید بگیریم نه میانگین ماه رو، و چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم نرخ‌های تورمی هم که اعلام میشه یک مقداری کم اظهاری درش انجام میشه. سال قبل سالهای پایه عوض شد و از ضرایب طوری تغییر کرد که الان نرخ‌ها کمتر نشون داده میشه. مثلا فرض بفرمایید لوازم خانگی تورمش اعلام شده 59%، در حالی که همه ما میدونیم که داخلی حداقل 100%، خارجی 200% بالا رفته و خیلی چیزهای دیگه. و یکی از مثالی که هست این در آینده نرخ تورم با توجه به اینکه نرخ‌های پایین کنونی که اظهار میشه بایستی سرشکن بشه اون رو اثر میذاره. ما مسئله‌ای که داریم این است که ما پسفاز داریم توی تورم کالاها، از کالاهایی که الان قابل مبادله است به کالای غیر قابل مبادله یا با عرض دولتی و پس از اون خدمات. یعنی ما بعد از این تورم کالای وارداتی ما دو مرحله دیگه افزایش تورم داریم که فازهای بعدیه. عامل مهمی که الان نرخ تورم رو تا حدودی کند کرده، یعنی سرکوب کرده، میتونیم بگیم رکود شدید و سقوط توان مصرف خانوارها است. و به صورت این قیمت ها از کالای قابل مبادله میره به سمت غیر قابل مبادله. نرخ کالا و خدمات دولتی مال بنزین و گاز و برق و آب هم بالا میره. دقت کنید که تورم تولید کننده صنعت ساختمان توی آبان ماه 82% بود. بله. که 70% از پیک شوک ارزی قبلی تو سال 91-92 بالاتره. حالا شما تصور بفرمایید که این تورم وقتی به طرف جلو میاد چه اتفاقی میفته. الان تورم نقطه به نقطه کالاها در آذر 62 هست و خدمات 19%. بنابراین هنوز تورم روی خدمات تاثیر خودشو به طور کامل نذاشته. اما من پیش بینیم این است که بله. تا فصل بهار و تابستان سال 98، حالا بهار و تابستان، نرخ‌های بالای تورم قیمت کالا ادامه پیدا می‌کنه. در سال 98 کم کم تورم میره به سمت خدمات و اثرات ترکیبی اینها در سال 99 هم ادامه خواهد پیدا. بله آقای سلطانی، ما صداتون کمی قطع شد. این است که بله من حرفتون رو گرفتم، صداتون قطع شد. چشم‌اندازتون اینه که تا سال 1400 تورم میره بالا؟ علاوه بر بله علاوه بر اینها اگر کوتاه بگید بله یه جمله بیشتر است. عوامل خارج از اینا که موجب استمرار این نرخ‌های تورم میشه عبارت از این است که دولت مخارجش بالاست، اقتصاد دچار انصدار ساختاری شده، دولت داره استقراض میکنه، کاهش تولید داریم، بحران بانک ها به صورت اصولی و اساسی حل نشده، چشم‌اندازی هم نمیدیم حل بشه. اینها عواملیه که این تنور تورم و داغ خواهد بله. نگه. آقای کهالزاده نظر شما چه هست؟ بله آقای سلطانی کاملا درست فهم بودن و فکر میکنم اگر از نکته آخر ایشون که مسئله بانک ها شروع کنیم،
ما هیچ تلاش گسترده‌ای و تلاش جدی برای اصلاح مشکلات بانکی ایران نداشتیم، ندیدیم، و اگرچه دولت تلاش کرده که بخشی از صندوق‌هایی که در آستانه ورشکستگی بودن یا خارج از کنترل اونا بوده مدیریت کنه، ولی ما نمیدونیم که آیا دولت میتونه این کار انجام بده، چه سیاستی برای نرخ بهره خواهد داشت در سال آینده، و آیا دولت تمایلی و توانی خواهد داشت برای افزایش نرخ دستمزدها. ما میدونیم که فشار بسیار زیادی هست از یک طرف روی دولت برای افزایش، میدونیم که به خاطر افزایش قیمت دلار به هر حال بخش از مردم احساس میکنن که دریافتاشون و ارزش داراییاشون و دریافتاشون که بخش قابل توجهی هم هستند در جامعه ما نصف شده، یک سوم شده، بنابراین یک تقاضای اجتماعی خیلی جدی هست و اخلاقی هم هست که بهش بپردازیم. اما از اون طرفش هم فشار تورمی که میتونه ایجاد بکنه از طریق کانال کسری بودجه، نمیدونیم که دولت چه برنامه‌ای برای افزایش دستمزدها خواهد داشت. و نباید فراموش کنیم که تحریم ها هم دسترسی ایران و منابع مالی کم میکنه، تحریم ها هم هزینه تمام شده کالاها رو به شدت افزایش پیدا میده، اگرچه تقاضا همون که آقای سلطانی فرمودن در بخشی از بازارها ممکنه کم بشه، به این معنی که وقتی قیمت ها افزایش پیدا بکنه ممکنه تقاضا در آینده کم بشه. فرضاً در بعضی از محصولات خانگی مردم به این دلیل که میخواستن حفظ ارزش بکنن داراییشون رو رفتن مثلا یخچال خریدن و خب این تقاضا رو برده بالا، قیمتا رو برده بالا، یعنی هم تقاضا بالا بوده و هم قیمت تمام شده، تورم در این مثلا حوزه افزایش پیدا کرده. اما سال آینده که این تورم این در حقیقت انتقال دارایی به نقدینگی ها و پول مردم به دارایی تمام بشه، ولی تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد در این حوزه فرضاً خانگی. اما به دلیل تحریم ها، به دلیل فشار روی دولت و اثری که خود تحریم ها روی کسر بودجه داره و مشکلات حادی که در نظام بانکی داریم، به نظر نمیرسه که من فقط دو تا مثال برای شما بزنم. ما اگر کوتاه بگید که برسیم به بقیه بحث. به ازای هر 100% افزایش قیمت ارز ما باید انتظار 20% تورم از این منظر داشته باشیم. میدونیم که دلار تقریبا 3 برابر شده، بنابراین بایستی 60% 50% تورم رو فقط از این منظر در سال آینده منتظرش باشیم. و دولت به دلیل اینکه 35 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و برای صندوق‌های ورشکسته بانکی داد، نزدیک 15% هم امکان تورم از این محل هست. یعنی فکر می‌کنم اگر افزایش کسری بودجه از دستمزدها رو و سایر اثرات تحریمی هم کنار بگذاریم، ما حداقل 60-65% از این منظر امکان افزایش تورم در سال آینده رو میتونیم داشته باشیم بر اساس قواعد اقتصادی. حالا چقدرش وقوع به پیونده یا نه رو نمیدونیم، ولی حداقل 65% از این دو منظر ارز و انتشار پول در برای جبران ورشکستگی صندوق ها. آقای سلطانی، آقای کهولزاده معتقدن که دولت به هر حال باید دستمزدها رو ببره بالا، برای اینکه کارگران، کارمندان دولت نمیتونن امرار معاش کنن در صورت در، ولی همین باعث افزایش نقدینگی میشه، میتونه به تورم دامن بزنه. آیا اصلا دولت راهی جلوی چشمش داره که بتونه کنترل کنه دست کم اوضاع رو همینطور که هست نگه داره؟ بله، با تشکر از فرمایشات ایشون. ببینید، مسئله این است که عامل اصلی تورم در ایران چیه؟ این است که دولت ها نظر به این که نمی توانند یا نمی خواهند هزینه های خودشون رو کنترل بکنند، با مردم با صداقت برخورد کنند، هزینه های جنبیشون زیاده، دو تا کار انجام میدن که حالا اینا مقدمه مؤخرش خیلی مهم نیست، یا اینه که میشینن پول تولید میکنن، چاپ میکنن، بله، هر دوتا نتیجه شکیه. بنابراین ما وقتی میتونیم، بنده شخصا وقتی میتونم یه چشم انداز مدتی ببینم که ببینم دولت برای حل مسئله بانک ها که یک کانون عفونت شدید در داخل بدنه اقتصاد جان هست و مانع از هر گونه درمانی هست، به نظر من اینو جلوشو بگیره. هر وقت اینو انجام داد، من میتونم بگم بله ما یه چشم انداز، و اینکه هزینه هاشو ببره پایین. شما دقت بفرمایید، هزینه های دولت در این دوره اخیر که این اوضاع شده به شدت رفته بالا. خب دولت نشون میده که قصد انضباط، قصد کوچیک کردن، قصد تعدیل، قصد چیز نمیده. خب این هزینه ها از کجا باید ایجاد بشه؟ اقتصادی که به پول نفت دسترسی نداره، درونزا هم نیست و مولد هم نیست،
بنابراین با گران کردن، با تورم، تورم چی کار میکنه؟ یک مالیات نامرئیه. بله. یه مالیات نامرئیه که متاسفانه فشارش میاد به طبقات متوسط و ضعیف. آقای کاول، انضباط رایش کاهش از اینا هستاش. دقیقاً. میخوام همین رو از آقای کاولزاده بپرسم، برای اینکه بس دقیقاً اون نکته‌ای که آقای سلطانی میگه در همین مملکت بریتانیا اجرا شد. وقتی که اوضاع اقتصادی در سال 2008 به شدت با مشکل مواجه شد، طرح‌های اقتصادی ریاضتی اومد به صحنه. آیا فکر می‌کنید یک مدل مشابه ممکنه برای ایران جواب بده؟ ببینید، مسئله اینه که سوال اساسی که ما همه داریم اینه که چقدر این دولت مستقر و متولیان اقتصادی افراد قوی هستند. ما سه تا کشوری که الان باعث باشون تجارت بکنیم و مهمترین تامین 60% صادرات غیر نفتی و نفتی ما رو دارن، سفیر نداریم. به آقای ظریف اجازه انتخاب سفیر دلخواهشون داده نمیشه. کسایی میان انتخاب میشن، یک وزیری که تا حدی کارآمد بود از وزارت اقتصاد آقای کربستیان کنار گذاشته میشه، فردی میاد که خودش عامل بسیار از مشکلات در سازمان برنامه است. آیا این دولت با این ارنجمنت و این سازوکار توان مدیریت کردن شرایط داره؟ دقیقاً آقای سلطانی فرمودن این همه هزینه‌ای که دولت ایجاد میکنه، بی انضباطیه که دولت داره، آیا توانش داره؟ آیا دستکاری نرخ بهره سال آینده دولت میخواد چگونه باش مواجه بشه؟ آیا میخواد دوباره صندوق‌های ورشکسته، بحث واگذاری بحث 70,000 میلیارد تومان آقای کاولزاده، اما من هنوز شما مثلا در صحبتاتون اشاره کردیم دولت بیاد حقوقا رو ببره بالا. اگه قراره حقوقا بره بالا، من گفتم کارو بکنی یا نه. من گفتم که دولت میخواد چیکار کنه، ما نمیدونیم. یعنی از منظر اخلاقی و رفاهی که نگاه میکنیم، میبینیم که مردم به هر حال یک سوم شده، ولی از نظر اثرات تورمی دولت چگونه میخواد این، چون وقتی تورم افزایش پیدا میکنه باز دوباره اون حقوق بگیران، دستمزد بگیران، ضعیف‌ترین حلقه جامعه ایران بیشترین فشار از ناحیه افزایش تورم میبینند، چگونه میخواد مدیریت بکنه؟ نظام بانکی رو میخواد چیکار بکنه؟ و آیا دسترسی ما به پول نفت و تجارت ما اونگونه که الان در خبرهای بعدیتون بهش اشاره خواهید کرد، اتحادیه اروپا در فرانسه یا آلمان قراره این ارتباطات مالی رو برقرار بکنه، آیا این امکانی خواهد داشت که هزینه های مبادلاتی و قیمت تمام شده ای که ما قرار داشته باشیم بعد از در دوره تحریم ها یا دسترسی که پول نفت رو خواهیم داشت؟ اینا همه عواملی هستش که واقعا کسی نمیدونه و نمیتونه. به همه اینا موثره، ولی اینکه آیا ما، یعنی من فکر میکنم که شاید انتظار اینو دارم به عنوان یک دانشجوی مورد اقتصاد خون گذشته، ببینم اینکه تورمی رو تجربه کنیم که از بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تجربه نکردیم، اما این ابر تورم نمیتونه باشه به این معنی که دولت از دستش در بره و نتونه کنترل بکنه. این تورم شاید 60-70% ممکنه، نمیدونم، واقعا علمی نیست گفتنش. بله. با این دولت، با این وضعیتی که دولت محترم داره با سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و با دیدین در بحران ارز چگونه عمل کرد، 6 سال وقت داشت برای تلاش بکنه اصلاح بکنه نظام بانکی رو، و همونطور که آقای سلطانی درستی گفتن دولت پرخرجی که، آیا این دولت توان مدیریت داره؟ و بذارید این سوال از آقای شما به ابر تورم اشاره کردین به عنوان سوال آخر. آقای سلطانی، شما به نظرتون به ابر تورم میرسیم؟ آقای کاولزاده میگن نه. ببینید، از لحاظ آماری با توجه به کنترل هایی داره میشه و دستکاری هایی که حالا تو آمارها میشه که دقیقا پارسال انجام شد، من اون چیزی که فکر میکنم نرخ تورم بالاتر از 50 اعلام نخواهد شد به احتمال زیاد، اما تا عملا تورم به بالای 50 خواهد رسید به نظر بنده. البته بله. راه حل کوتاه مدتی دارید اگر کوتاه بگید برای این مشکل؟ ببینید، یک مثالی که این نرخ رو رقم زده این است که دولت بله به نظر میاد که خط داد بالا برده بشه، باید یکم آب رفته رو به جوی برگردونن به اصطلاح و نرخ ارز رو تعدیل کنن که یکم اقتصاد بتونه کار کنه. ما دو تا مسئله داریم، یکی اینکه اقتصاد با این نرخ ارز نمیتونه کار کنه چون مردم نمیتونن مصرف کنن، دوم اینکه این نرخ ارز بی‌ثباتی کلان و اون تورمی که داره ایجاد میکنه همه چیز رو تخریب میکنه. سپاسگزارم. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد، و هادی کهولزاده، پژوهشگر اقتصادی دانشگاه برندایس. عذرخواهی میکنم که خط آقای سلطانی گاهی قطع میشد و بخشی از حرفاشون ممکنه برای بینندگان مفهوم نبوده باشه. سپاسگزار از هر دوی آقایون. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز دوباره تاکید کرد که این اتحادیه به اجرای توافق هسته‌ای متحد است، اگرچه در مورد بعضی از مسائل از قبیل نقش ایران در منطقه نگران است.
پیشتر معاون او از ایران خواسته بود به کنوانسیون‌های بین‌المللی بانکی و تجاری بپیوندد تا راحت‌تر سازوکارهای توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گفته آلمان و فرانسه پیشقدم شده‌اند تا یک سازمان مالی با هدف تسهیل روابط تجاری اروپا و ایران تشکیل شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. سه هفته بعد از شروع تحریم‌های آمریکا، ایران ایر پروازهایش را به اروپا ادامه داده است، اگرچه بعضی اوقات با بعضی از مشکلات. مهمترین نشانه عملی از حمایت اروپا از ادامه تجارت کشورهای اروپایی با ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. همین دو ماه پیش بود که اروپا قول داد سازوکار ویژه‌ای برای ادامه تجارت با ایران ایجاد کند. اعضای اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی ایجاد خواهند کرد برای تسهیل مبادلات مالی مشروع با ایران و این نهاد در چارچوب قوانین اروپا به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا با ایران به تجارتشان ادامه بدهند و شرکای ما در سایر نقاط دنیا هم بتوانند از آن استفاده کنند. مهمترین هدف از ایجاد نهادی تازه ادامه فروش نفت ایران است، چیزی که میتواند شریان اقتصادی ایران را باز نگه دارد. این اولین محموله نفتی ایران به اروپا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بعد از توافق هسته‌ای 3 سال پیش. حالا روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده که بعد از آنکه لوکسامبورگ و اتریش از میزبانی چنین نهادی خودداری کردند، فرانسه و آلمان پیشقدم شدند که این نهاد را ایجاد کنند، یا در آلمان یا در فرانسه، و بریتانیا هم شاید به آنها بپیوندد. نهاد تازه به نوشته این روزنامه اگر در آلمان مستقر شود ریاست آن را فرانسه به عهده خواهد داشت و اگر در فرانسه ایجاد شود یک آلمانی آن را اداره خواهد کرد. این نهاد رابط معاملات خواهد بود، خریداران و فروشندگان اروپایی با این نهاد سر و کار خواهند داشت و ایران مبادلاتش را با این نهاد حساب خواهد کرد. این نهاد مالی واسطه‌ای خواهد بود بین خریداران و فروشندگان دو طرف. این امروز ملاقات مسئول سیاست خارجی اروپا با مسئول سازمان انرژی اتمی ایران، دو نفر از مذاکره کنندگان کلیدی توافق هسته‌ای در بروکسل. خانم موگرینی امروز بر تعهد اروپا به وفادار ماندن به توافق هسته‌ای تاکید کرد، اگرچه از بعضی از جنبه‌های سیاست ایران و از جمله نقش ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. اما ایران که هنوز متقاعد نیست که اروپا به کمکش خواهد آمد، هشدار داد که ممکن است صبرش به زودی به سر برسد. Promising us that they are doing their best to be able to translate. اروپایی‌ها به ما قول دادند که هرچه در توان دارند انجام دهند تا آنچه را که گفتند عملی کنند. ما هم منتظر هستیم ببینیم چه خواهند کرد. من به خانم موگرینی توصیه کردم که در نظر داشته باشد که صبر مردم ما دارد به سر می‌رسد. حالا رهبران این سه کشور باید تصمیم بگیرند که تا چه حد برای نجات توافق هسته‌ای حاضرند با آمریکا بر سر تحریم‌ها در بیفتند. کسرا نجی، بی بی سی. استیف هانکه مدیر مؤسسه اقتصاد کاربردی سلامت و مطالعات کارآفرینی دانشگاه جان هاپکینز از بالتیمور آمریکا با ماست. آقای هانکه، پیشتر هیچ کدوم از کشورهای اروپایی حاضر نشده بودن که میزبان این سازوکار ویژه مالی باشن. الان این طرحی که گزارش شده فرانسه و آلمان دارن روش کار میکنن، چقدر احتمال موفقیت داره؟ وقت من فکر میکنم که فرانسوی ها و آلمانی ها تصمیم گرفتن که این کار را انجام بدن و این کار را انجام خواهند داد و به این ترتیب این اتفاق خواهد افتاد. اما به نظر میاد که یک مقدار توجه زیادی به شده اغراق شده درباره نقش این مکانیزم، چون تأثیر کمی خواهد داشت در روی برای تجارت بین ایران و اروپا. بیشتر یک چیز نمادین هست، تنش زیادی ایجاد خواهد کرد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که همین حالا هم شروع کرده این تنش ها رو. این تنش هایی که بهش اشاره کردین الان هم شروع شده و لوکزامبورگ و اتریش هم به خاطر همین فشارهای آمریکا حاضر نشدن میزبان بشن. چقدر اتحادیه اروپا حاضر هزینه بده برای اینکه ایران رو در برجام نگه داره؟ uh,
فکر میکنم هنوز زوده که جوابش رو بدونیم، هنوز پاسخش رو نمیدونیم، اما احساس من اینه که ایالات متحده الان، همچنین سعودی ها و اسرائیل، اینها در یک جنگ تمام عیار علیه ایران وارد شدند و خیلی دشوار خواهند کرد برای اتحادیه اروپا که با ایران باقی بمونه. چند روزیه که مقام‌های ایرانی درباره این صحبت می‌کنن که اروپا به قولش عمل نکرده، اینا نتونستن از منافع اقتصادی برجام استفاده کنن. امروز آقای صالحی در دیدار با فدریکا موگرینی گفتش که صبر تهران داره تموم میشه. آقای ظریف هم گفته بودش که بدون خیس شدن نمیشه شنا کرد. ما هاست که طول کشیده این مسئله و اروپا همچنان داره قول میده ولی به جایی نرسیده. چقدر در این صورت شما احتمال میدین که ایران بتونه از این منافع اقتصادی هرچند محدود استفاده کنه؟ منافع این مکانیزم، حتی اگر این مکانیزم عملی بشه، همونطور که گفتم منافعش خیلی کوچیک خواهد بود. این برای ایرانی ها خیلی مایوس کننده و ناراحت کننده خواهد بود، تردیدی نیست. و نکته دیگر اینه که اتحادیه اروپا مشکل زیادی داره که هر گونه تصمیمی بگیره در این ارتباط و اون تصمیم رو اجرایی کنه. بنابراین باید یک ابتکار فرانسوی آلمانی باشه که شاهد خواهیم بود اگر هم عملی بشه، و حتی در اون صورت فکر میکنم که اثرش کم خواهد بود. اما جالبه که ببینیم که ایالات متحده البته میخواد که هزینه رو بپردازه، برای اینکه این انگیزه خواهد شد برای جنبشی که میخوان از استفاده از دلار دوری کنن در سطح بین المللی، و این در واقع دشوار خواهد بود برای اونها که نقش دلار رو کمرنگ کنن به عنوان ارز اصلی جهان در سطح بین المللی. اما تحریم های آمریکایی شاید کوتاه بینانه باشند و یک فضای بازی رو ایجاد میکنن، فرصتی رو باز میکنن برای اونهایی که میخوان نقش دلار رو کم رنگ کنن. بنابراین تحریم ها شاید یک جوری اثر معکوس و منفی داشته باشن. ایالات متحده اشتباه میکنن و اتحادیه اروپا، جالب اینجاست که این ناکارآمدیش ممکنه در نهایت به ضرر آمریکا هم تموم بشه. شما دو رهبری دارین که رهبران ضعیف هستن. پرزیدنت مکرون، محبوبیت او خیلی کم شده در فرانسه، و مرکل هم همینطور تقریبا میشه گفت همه اهداف خودش رو از دست داده، قدرت خودش رو از دست داده. بنابراین دو کشور بزرگ مثل فرانسه و آلمان هم در حال حاضر رهبران خیلی ضعیفی دارن. ممنونم ازتون. استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی و مدیر مؤسسه اقتصاد کاربردی سلامت و مطالعات کارآفرین. دولت افغانستان و سازمان ملل متحد میزبان یک همایش بین‌المللی در ژنوند. همایشی که هدفش ارزیابی چگونگی مصرف بیش از 15 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستانه. یکی دیگر از اهداف این کنفرانس بررسی تلاش‌های صلح برای پایان دادن به بیش از 17 سال جنگ با طالبانه. دولت افغانستان امیدواره که در این کنفرانس بتواند حمایت کشورهای منطقه را برای دستیابی به صلح جلب کند. داوود قایزاده خبرنگار ما به ژنو و رفته تا این کنفرانس رو پوشش بده. داوود برامون بگو که اونجا چه خبره. هتل اینترکانتیننتال که بله، به نظر میرسه که مشکل فنی داریم برای صدای داوود، به ما به درستی نرسید. بگذارید بار دیگه برگردیم. رئیس اجرایی در رأس هیئت قرار دارن هستم از اینجا و عذرخواهی میکنم بابت مشکل فنی که وجود داره. به نظر میاد که فعلا ارتباط ما برقرار نیست. اگر امکانش بود بعدا به داوود برمیگردیم. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. اعتراض صنفی کارگران گروه ملی فولاد ایران وارد 18مین روز متوالی شده. مدیریت گروه ملی فولاد ایران گفته بود در روزهای آینده نیمی از حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت میکند. کارگران اما خواستند که علاوه بر دریافت حقوق، با راه افتادن خطوط تولید تعطیل شده امنیت شغلیشان هم حفظ شود.
در ایران شهردار شدن پیروز هنوچی که شورای شهر تهران او را انتخاب کرده در ابهام قرار گرفته. علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران در توییترش نوشته وزارت کشور 10 روز فرصت داشت که شهردار را تایید کند، اما حالا میگوید به پاسخ اطلاعات نیاز است. اگر وزارت کشور شهردار را تایید نکنه موضوع به شورای حل اختلاف سپرده میشه. صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پایتخت تونس در اعتراض به سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این کشور راهپیمایی کردند. معترضان محمد بن سلمان را قاتل خواندند. بر سردر اتحادیه روزنامه‌نگاران تونس پارچه نوشته ای نصب شده که محمد بن سلمان را با اره‌ای در دست نشان می‌دهد، اشاره‌ای به مصلح کردن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی. آنطور که ترکیه گزارش کرده، این اولین بار پس از قتل آقای خاشقجی است که ولیعهد عربستان به سفر خارجی می رود. سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد میزان گازهای گلخانه‌ای در سال 2017 به بالاترین سطح رسیده و اغلب کشورها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی به اندازه لازم تلاش نکردند. بر اساس این گزارش، برای اینکه در افزایش دمای زمین در حد 1.5 درجه سانتیگراد باقی بماند، باید تلاش کشورها 5 برابر شود. تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که رسیدن به اهداف تعیین شده در موافقتنامه پاریس برای سال 2020 تا سال 2030، یعنی 10 سال بعد از آن، هم بعید به نظر می‌رسد. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. یک عضو هیئت رئیسه گفته 24 نماینده این طرح را امضا کردند. به گفته علی اصغر یوسف نژاد، این طرح در 11 محور از عملکرد آقای ظریف انتقاد کرده. آقای یوسف نژاد گفته حرف‌های آقای ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران یکی از دلایل این استیضاح است. در همین حال علی اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل ایران، گفته دادستانی نامه آقای ظریف را که در آن مستندات از وجود فساد و پولشویی ارائه شده دریافت کرده و در دست بررسی دارد. طرح استیضاح آقای ظریف برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده خواهد شد. داوود هرمیداس باوند، استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه تهران، از همین شهر با ماست. آقای هرمیداس باوند، چقدر این طرح استیضاح آقای ظریف جدیه؟ ببینید، آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه مسئولیت خطیر داره در رابطه با حفظ مصالح و منافع کشور، به خصوص با آگاهی از نظام بین المللی، با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر ایران روبرو شده. بنابراین نیک میداند که مسئله کنوانسیون مربوط به مانی لاندرینگ یا پولشویی که به تصویب مجلس هم رسیده یک ضرورت واقعی است در جهت مصالح و منافع ایران. بنابراین وقتی با مخالفت ها و دست‌انداز های روبرو می شود، به خود حق می دهد که این نکته رو یادآوری بکنه که مسئله پولشویی در ایران یک امریست که در هر حال وجود داشته و به ظن غالب کسانی که در مقام مخالفت برآمده اند در هر حال از ادامه روند پولشویی منتفع میشن یا منافعی دارند. ولی وقتی منافع اساسی و حیاتی مملکت مد نظر باشه، بنابراین وزیر خارجه این مسئولیت خطیر داره، مسئولیت اخلاقی و قانونی که دفاع بکنه از یک موضوعی که در خیر و مصلحت جامعه است. ولی به هر حال این حرفای آقای ظریف انتقادات خیلی تندی به همراه داشته، از جمله رئیس قوه قضاییه گفته خنجر به قلب نظام بوده. الان به هر حال به نظر میرسه که این طرح استیضاح
مسئله حرفای آقای ظریف درباره پولشویی دلیل اصلیش باشه، ولی یه صحبت‌های دیگه‌ای هم تو شده، موارد دیگه‌ای هم ذکر شده در این نامه‌ای که نماینده‌ها فرستادن، از جمله عدم استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرده، تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن، یه سری چیزای خیلی کلی که دقیقاً مشخص نیست که منظور این نماینده‌ها چیه. شما دلیل این ذکر این موارد رو چی میبینید؟ ببینید یه اصل در سیاست، اصل تفکیک امور از یکدیگر، که هر موضوع منطقه و ویژگی خاص خودش رو داره. در مشکلاتی که جامعه ایران روبروز در مسائل اقتصادی و تحریم‌های خارجی، بنابراین کنوانسیونی مطرح شده که خیر و مصلحت ایجاب میکنه که این مسببه مجلس مورد تایید قرار بگیره، و بنابراین تفاصیلی که برداشت هایی که دیگران می نمایند در شرایط موجود درست در یک جهت مخالف مسائل و منافع ملی و مردمی ایرانه. خب ظاهرا هر پارلمانی امکان سوال از شخصیت یا وزیری هست یا استیضاحه، ولی در هر حال طرح استیضاح از سوی نمایندگان از هر زاویه‌ای که مورد بررسی قرار بگیره مغایر با تصمیماتی است که قبلا مجلس اتخاذ نموده و موضوعی است که روش پایفشاری شده و مبانی استدلالی صحیحی عرضه شده. امید است که من فکر میکنم اگر هم استیضاح عملی بشه رأی لازم رو نخواهد برد. اگر که خیلی کوتاه جواب بدین، الان 24 نماینده این رو امضا کردن و به کمیسیون امنیت ملی قراره این طرح بره، چقدر شما احتمال اینو میدید که این طرح در صحنه علنی مجلس بررسی بشه؟ دو حالت، یا در صحنه علنی مجلس ممکنه مطرح بشه یا به مجمع تشخیص مصلحت ممکنه ارجاع بشه، ولی در هر حال من فکر میکنم تصمیمی که اتخاذ شده به وسیله مجلس با توجه به ارزیابی همه جانب موضوع در هر حال صحیح بوده، و اگر خط مشی دیگری اتخاذ بشه به هر صورت در جهت مخالف مصالح و منافع عمومی جامعه خواهد. ممنونم ازتون. داوود هرمیداس باون، استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه تهران. همونطور که پیشتر در همین برنامه دیدید، دولت افغانستان و سازمان ملل متحد میزبان یک همایش در ژنو هستند. همکار ما داوود قاری‌زاده از ژنو همراه ماست. داوود، امیدوارم که این بار خط ارتباطی بهتر کار کنه. برام بگو که امروز چه گذشت. حدود 100 کشور و سازمان جهانی در ژنو گرد هم آمدند تا در رابطه با کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته، به خصوص کمک بیش از 15 میلیارد دلاری که دو سال پیش در کنفرانس بروکسل به افغانستان تعهد شد، در مورد موثریت این کمک هایی که چگونه این کمک ها به مصرف رسیده در مورد از این بحث کنند. ولی این 13مین کنفرانس در طول 17 سال گذشته در مورد افغانستان است که برگزار میشه، و در طول 17 سال گذشته که بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جدید میشه. ولی چیزی که کنفرانس ژنو را متفاوت تر از کنفرانس های دیگه که تا بال برگزار شده میسازه این هست که در این کنفرانس تاکید خیلی زیاده بر آشتی و مصالحه با طالبان هست. یعنی در واقع دولت افغانستان هم اینجا آمده و انتظار داره و امیدوار است که بتونه حمایت کشورهای منطقه و همینطور حمایت جهانی را برای برنامه آشتی ملی و برنامه صلح که روی دست داره جلب کنه، و همینطور فقط دولت افغانستان نیست، کشورهای دیگه مثل یا بازیگرای اصلی بگیم شریک اصلی افغانستان که ایالات متحده آمریکا هست، اونا هم هیئتشون کنفرانس خبری داشتن امروز بعد از ظهر، و اونا هم تاکیدشون این بود که با شرکای بین المللی، یعنی با تمام کشورها در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه قرار است برن در مورد برنامه صلح و آشتی با طالبان صحبت کنند. ولی که دولت افغانستان چه انتظار داره از جامعه جهانی؟ هارون چخانسوری سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اینجا با ما. آقای چخانسوری خیلی ممنون از حضور شما اینجا. چی هست واقعا انتظار شما؟ دولت و جامعه جهانی باید
چی بکنه با شما در این کنفرانس بینون؟ تشکر، سلام بر شما و بیننده عزیز. قسمی که شما فرمودین کنفرانس متفاوت است و در 4 سال دوری حکومت وحدت ملی ای 3 کنفرانس بین‌المللی بر افغانستان است که اولش بروکسل بود بر بخش انکشاف و توسعه افغانستان تعهدات صورت گرفت و دومش کنفرانس وارسا بود که در بخش امنیتی هم تعهدات صورت گرفت. این کنفرانس از اهمیت خاص برخوردار است به خاطر اینکه تعهداتی که حکومت افغانستان بر مردم و جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تعهد سپرده بود و همچنان تعهدات متقابلی را که جامعه جهانی بر افغانستان داشت، روی چگونگی پیشرفت از تعهدات و کارهایی که صورت گرفته بحث میشه و تمرکز سر از این است که دهه تعهل که 5 سالش تکمیل شده، در نیمه را رسیدیم، 5 سال دیگهش چه قسم باید پیش بره تا افغانستان به خودکفایی برسه و تعهدات از 40% تا 60% تکمیل شده، 2 سال دیگه هم برش وقت هنوز داریم که تعهدات بیشتر هم تکمیل شه و در بخش‌های مختلف در سکتورهای مختلف نتیجه محسوس خود داشتن. چیزی که حکومت افغانستان از این کنفرانس میخواد که به دست بیاره 2 چیز مشخص است: یک، حمایت و هماهنگی نهادها و کشورهای کمک کننده افغانستان در تطبیق برنامه ملی افغانستان و مشخصا در بخش تجارت و ریابی محصولات افغانستان بازارهای اروپا و سرمایه گذاری در افغانستان. ولی پیشتر هم که گفتیم تاکید خیلی زیاده در این کنفرانس بر برنامه صلح دولت افغانستان با طالبان هم است و شما همواره تاکید کردین که این روند باید روند افغانی باشه، یعنی بر رهبری دولت افغانستان باشه و همینطور تمام کنترلش در دست شما باشه. چرا این تاکید شما داره؟ ببینید، در 40 سال گذشته که افغانستان در بحران است و فعلا هم جریان داره و بحران، طرحهای مختلف بر صلح مطرح شد و از نهادها و ممالک مختلف مطرح شد. این بار اول است در 40 سال که یک طرح افغانی و پلان افغانی است به مالکیت افغانی و مدیریت افغانستان افغان خودشان و این طرح انشالله به کامیابی نزدیک است و کامیاب میشه. ولی آقای چخونسری، شما این طرح را که در حالی که مطرح کردین شما که طرف شما طالبان هست در واقع، ولی طالبان دولت شما را دولت دست نشانده میخوانه و میگه که این دولت است که توسط آمریکایی ها در روی کار و بنابراین اونا میگن که طرف مذاکرهشان شما نیست. ببینین، از طرف طالبان چنین چیزایی که گفتم شده، ولی در طرح ما بدون قید و شرط خواستار مذاکره با طالبان شدیم. دقیق است وقتی که مشکلات وجود داشته باشه ای حرفا هست و ما میخوایم که از روی مذاکرات بین الافغانی تمام تشویش ها و یا سوال هایی که طالبان دارن بیان روی میز مطرح کنن و استقلالیت خود را به اثبات برسانن تا بتونن بیان و مستقل امرای حکومت افغانستان مذاکرات بین الافغانی آغاز شوه و واضح است که در صلح کشورهای منطقه و همچنان جهان رول و نقش خود داره که در مرحله بعدی از او باز میشه که از اونها همکاری خواسته شد و سرش کار شد. بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بفرمایید که فردا قرار آقای غنی سخنرانی داشته باشه و در مورد برنامهشون بیشتر توضیح بدن، میشه جزئیاتش بگین؟ فردا در سخنرانی تمرکز سر اصلاحات و دستاوردهای شده او است و رئیس جمهور غنی یک پلان جامع جدید صلح را که پلان صلح که در کنفرانس کابل اعلان شده بود انکشاف یافته شده و انکشاف داده شده و منسجمتر ساخته شده او را اعلان میکنه و بعضی از حرفای جدید نو هم در مورد صلح دارن که همراه مردم و جامعه جهانی شریک میکنه. تشکر از شما. هارون چخانسوری، سخنگوی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان. همونگونه که آقای چخانسوری هم گفت، فردا در واقع روز اصلی کنفرانس ژنو هست که در اینجا دولت افغانستان امیدوار است تا بتونه در پایان این کنفرانس حمایت کلی کشورهای منطقه و همینطور جامعه جهانی را از طرح صلح و آشتی با طالبان به دست بیاره. ممنونم داوود قاریزاده همکار ما که برای پوشش این همایش در ژنو حضور داره. در 100 سال گذشته داستان هزاران سرباز جنگ‌های جهانی اول و دوم و ده‌ها جنگ کوچک و بزرگ در کتاب‌های تاریخی ثبت شدند، اما کمتر نامی از اونهایی برده میشه که در جنگ نقشی نداشتند و تنها قربانی بودند. گزارش امروز جیارگال درباره یکی از قربانیان آلمانی جنگ جهانی دومه و سرباز آمریکایی که احتمالاً باعث مرگ او شده. یک قرن گذشته از دیروز تا امروز، جنگ هایی که با بهانه های ایدئولوژی ملی یا مذهبی شروع شدند. President has sent me here.
میلیون ها بمب از آسمان فرو ریخت و هزاران گلوله توپ از زمین شلیک شدند. مشهور است که تاریخ را فاتحان می نویسند. وقتی درباره جنگ صحبت می کنیم، داستان ها و فیلم های زیادی درباره قهرمانان جنگ دیده و شنیده می شه. اما به ندرت درباره قربانیان آن طرف خط آتش چیزی شنیده می شه. قربانیانی که نه نقشی در آغاز جنگ داشتند و نه نقشی در ادامه آن. این مرد 94 ساله آمریکایی چند سالی است به آلمان می آید. در شهر کلن بر سر قبر محقری می رود که در گذر زمان زیر پوشش گیاهی ناپدید شده. کلرنس سمیر هیچگاه کاترینا اسر را زنده ندید، اما در هفت دهه گذشته همواره حس می کند عامل مرگ این زن جوان بوده. I ask her forgiveness if it was my shots that harmed her. بار گلوله‌ای که کلرنس سمیر 19 ساله بیش از 70 سال پیش شلیک کرد هنوز بر پشت خمیده‌اش سنگینی می‌کند. او آن روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را هرگز فراموش نکرده. در بهار سال 1945 سمیور جوان توپچی لشکر سوم زرهی آمریکا بود. او و همرزمانش درگیری جنگی خیابانی و کوچه به کوچه در شهر کلن آلمان بودند. درگیری خونین بین سربازان متفقین از یک سو و ارتش آلمان ناسی که از شهر دفاع می‌کرد. قبل از ورود به شهر به او خبر رسید که پسر عمو و برادر زنش در جنگ کشته شدند. Got on the radio and he said, "Gentlemen, I give you Cologne. Let's knock the hell out of it." در آن روز جیم بیتس، فیلمبردار ارتش آمریکا، پیشروی نیروهای متفقین در کلن را به تصویر می‌کشید. تصاویر تانک کلرنس سمیور در بخشی از تصاویر او در آرشیو ملی آمریکا بایگانی شده. آن درگیری برای همیشه در خاطر آقای سمیور ثبت شده. I saw movement over on my left side, so I fired armor-piercing shells through the corner of the building, thinking maybe I'd get a lucky hit that it would knock the tank out. This little German car came around the corner and right down the street in front of us, and I think I may have hit the car. I might have been the one that hit the car and wounded. کاترینا اسر صندوقدار یک سبزی فروشی و نان‌آور خانواده بود. او در حال گریز از جهنمی بود که آتش گلوله و بمب طرفین در کلن به وجود آورده بود. A young girl was taken out and lay in a street there, still alive, but she was shot in the chest. I saw the medics were there and treated her and left her lying beside the car on the highway there. She didn't deserve to die that way. کلرنس سمیر جوان در دوری حضورش در جنگ مرگ صدها نفر را به چشم دیده بود، اما خاطره کاترینا رهایش نمی کند. All the time I see her, I'm lying in the street. بیش از هفت دهه بعد آقای سمیور دوباره به همان خیابان در کلن برمیگردد. اینجا هیچ شباهتی به صحنه جنگ ندارد. در کلن آقای سمیور به دیدار بستگان کاترینا اسر می رود. لنی 83 ساله خواهرزاده کاترینا است. او داستانهای جنگ را برای آقای سمیور بازگو می کند و به یاد کاترینا جامهای شراب را بالا می برند. In a war like Second World War, and there's never been a war like this before, never nor again. Is there responsibility for the death of one person? I don't think so. کلرنس سمیور به کلیسای جامع شهر کلن می رود، شهری که 70 سال پیش ویرانه بیش نبود. در کلیسا به گذشته می اندیشد و بار دیگر از کاترینا طلب بخشش می کند. For Katrina. کابوس جنگ هرگز این سرباز جنگ جهانی دوم را رها نکرده. او هنوز شبها کابوس می‌بیند. هنوز یاد کاترینا اسر اشکش را جاری می‌کند.
در ونکوور کانادا گروهی از مردم با برپا کردن یک چادر امداد جان هزاران معتاد را نجات دادند. این گروه روزانه حدود 500 مراجعه دارند. در چهارمین قسمت از مجموعه مستند فنتالین، امیر پیام به دو مرکز تزریق سالم در ونکوور سر زده. مرکزی که راه حلی آسان اما مناقشه برانگیز برای پیشگیری از مرگ و میر ناشی از اعتیاد پیدا کردند. اگه گفتی معتادا چجوری میگن خداحافظ؟ میگن وایسا همین الان برمیگردم. داری میری؟ از هیچ کی ناامید نشین. همه میتونن عوض بشن. اگرم نخواستن عوض بشن هیچ اشکالی نداره. آموزش رو شروع کنید. بیا تری. اووردوز کرده. بلندش کن. هر 3 تا 4 ثانیه یک تنفس میدین. از اینا برای تنفس مصنوعی استفاده کنید. اینجوری بزنید که محلول بره پایین. بعد بکشینش تو سرنگ. نارکن باعث میشه چونشون شل بشه و بعد راحت میشه لوله اکسیژن رو فرستاد پایین. خوبی اینجا اینه که ما میتونیم فوراً به اووردوز یا بیش مصرفی رسیدگی کنیم. سال 2016 بود. من تو بازارچه محلی اینجا مدیر بودم. مردم هر دقیقه میومدن و میگفتن تو کوچه پشتی یا پیاده رو یکی اووردوز کرده. ما هم آمپول نارکن رو بر میداشتیم و میرفتیم نجاتشون میدادیم. چون من سالها تو این سایت کار کرده بودم و میدونستم که چی کار کنم. اوایل آمپول و سرنگ نداشتیم و ناچار میشدیم بریم از مراکز دیگه مثل این سایت تهیه کنیم. ولی کم کم دیدم که باید خودمون تجهیزات کافی داشته باشیم. ما این کیت‌های نالوکسان رو برای نجات مردم استفاده می‌کنیم. همه جا در مراکز پیشگیری از اووردوز تو ونکوور میشه یکی از اینا مجانی گرفت. معمولاً توش 3 تا سرنگ و 3 تا آمپول نارکن هست. اینم مخصوص نفس مصنوعی دادنه که اگر لازم شد دهن به دهن تنفس بدیم. آمپول رو اینطوری بکشید تو سرنگ. حالا نارکن آماده است. ما معمولاً میزنیم اینجا، تو کشاله رون. دقت کنید که چیزی توی جیبش نباشه یا چیزی راه سوزن رو نگرفته باشه. خطرناکترین حالت اینه که 2-3 دقیقه ازش بگذره. هر دقیقه مهمه. اگه دیر برسین ممکنه آسیب مغزی ببینه یا بعداً تو بیمارستان بمیره. چطوری؟ چطور حالت؟ ما اول با مؤسسه گوفاندمی شروع کردیم. مردم کمک مالی میدادن و ما هم تجهیزات میخریدیم. اما بعدش دولت دید کار ما نتیجه داده و شروع کرد بهمون مجوز دادن و کمک کردن. اولش فقط با یه چادر توی کوچه شروع شد. حالا از مدلی که ما اینجا را انداختیم همه جا الگو برداری کردن و از همه جای دنیا میان که یاد بگیرن. ما بیش از 100,000 مراجعه در سال داریم و تا حالا هیچ کس از اووردوز نمرده. چه رنگیشو میخوای؟ قرمز کریسمسی یا آبی؟ آبی؟ بیا. Okay, now I need a pipe. We got tin foil. آره، بیا اینجاست. بگیرش. خوش باشی. My story at the downtown east side started. داستان اومدن من به داونتاون ایست ساید اینطوری شروع شد که من توی یه بار کار گرفتم. نوازنده یه گروه پانک راک شدم و سبک زندگی اونا رو پیش گرفتم. بعد کم کم خیلی بهم خوش گذشت و رفتم سراغ مواد، در حالی که قسم خورده بودم هرگز نرم سراغش. اوایل که مفلوک شده بودم مردم میذاشتن رو کاناپه خونه‌شون بخوابم، اما اینقدر دزدی کردم که دیگه تو سال 2012 هیچکی نمیخواست ریختمو ببینه. اونقدر خراب شده بودم که تو پیاده رو مردم منو میدیدن بچه‌شون رو کنار میکشیدن. انگار من زامبی بودم، یه مرده متحرک. این برخوردشون خیلی برام سنگین بود. اعتماد به نفسم رو نابود میکرد. تو اون روزا فقط بهداشتیاران مرکز تزریق ایمن این سایت بودن که با من مثل یه آدمیزاد رفتار میکردن. این سایت که هم سارا و هم تری از اون صحبت کردن اینجاست. نخستین مرکز تزریق سالم در آمریکای شمالی که سال 2003 افتتاح شد. جایی که حالا قبله ای شده برای کارشناسان کاهش آسیب اعتیاد در نقاط مختلف جهان. مراجعان میان اول اینجا، از روی میز هر چی برای مصرف لازم دارن برمی‌دارن.
سرنگ، شمع، بند پلاستیکی، کبریت. بعدش میان اینجا پشت این میزها که نور داره و روشنه میشینن. آینه هم داره که بهیارا بتونن از دور حواسشون به اونها باشه. این سایت از زمان آغاز بحران فنتانیل حدود 600 مراجعه در روز داره. ما یه مرکز دیگه‌مون روی هم روزانه حدود 1000 مراجعه داریم. اما از زمان باز شدن این سایت و بقیه این مراکز تا حالا یک مورد هم مرگ ناشی از اووردوز نداشتیم. تو خودت میدونی ظرف 15 سالی که این سایت باز شده ما کلی گرفتار دادگاه و تحقیقات بودیم تا بتونیم اینجا رو باز نگه داریم. اما با شروع بحران فنتانیل طی چند سال گذشته حالا دولت بیشتر متوجه ضرورت چنین مرکزی شده و الان 20 مرکز مثل این رو در همه جای کانادا باز کرده. الان تو سال 2018 که میفهمم چقدر وجود جاهایی مثل این سایت مهمه. من بی نهایت مدیونشون هستم. اون موقع که مصرف میکردم خیلی متوجه نبودم. البته میدونستم که نمیخوام به علت اعتیاد بمیرم. واسه همینم میرفتم این سایت. اما الان میفهمم که چطور اونا منو حفظ کردن تا بالاخره به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم ترک کنم. آخرین باری که یه ماده مخدر رو استفاده کردم 29 ژانویه 2016 بود. همه میتونن عوض بشن، نه؟ از هیچکی ناامید نشن. قسمت چهارم مجموعه مستند فنتانیل بود که امیر پیام برای اون به ونکوور کانادا رفته بود. به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.